جناب آصفی، یه بحث دیگه ای رو مطرح می کنم براتون. با به بحث خارجی و سیاست خارجی آقای پزشکیان اگه بخواد انجام بده نگاه کردیم، ولی به نظر شما از نظر داخلی چی؟ مثلا آقای پزشکیان بحث حجاب اجباری رو مطرح کرد، گفت که نباید به زنان بی حرمتی بشه. از یه طرف بحث تلگرام و یا فیلتر تلگرام و واتساپ و شبکه‌های اجتماعی رو مطرح کرد. در همون راستا گفت که بعضی زنان بد تربیت شدن و بعدم در مورد فیلترینگ هم گفت که در همه جای دنیا وقتی شرایط یه جوری میشه فیلتر انجام میشه. خب این دوتا خیلی مسئله ساده‌ایه که مثلا آقای پزشکیان وعده داده که انجام بده، که البته آقای روحانی نتونست این وعده‌شو عملی کنه، حداقل در مورد وقتی که فیلتر رو انجام دادن دیگه نتونست فیلتر رو رفع کنه. نظر شما چه در این رابطه؟ آیا میتونه در مسئله داخلی در این حد خیلی کوچیک، در این طرح نور و بحث فیلتر شبکه‌های اجتماعی یه عملی داشته باشه که حداقل اونایی که بهشون رأی دادن رو راضی نگه داره؟ ببینید، بحث فیلترینگ اساساً به اعتبار من درست شورای مجازی هست، شورای سیاست‌گذاری فضای مجازی در کشور هست که بازم به دستور رهبری شکل گرفته، اما درست رئیس جمهور هم اونجا رئیس این شوراست، ولی عملا اونجا هیچ اختیاری به جز این که یک رأی داشته باشه نداره. ببینید، شما همین مسدود کردن تلگرام رو یک بازپرس فقط در قوه قضاییه، یک بازپرس میاد دستور میده که این فیلترینگ رخ بده و تحت این شرایطی اجازه ندید که با هیچ چیز باز بشه. خب اینجا همینه دیگه، وقتی قوه قضاییه بخواد تصمیم بگیره، اصلا شورای عالی مجازی، اصلا دولت اعلام بکنه که گون که میدونه دو جالان مخابرات کشور 51% مال سپاست، دست سپاهه، تو اون دوره احمدی نژاد که به سمن بخش خریدن و مدیریت اونجا به هر حال دست اوناست تا حدود زیادی. من تصور میکنم که اگر بخواد ایشون حالا پافشاری بکنه روی این قضیه، یک گشایش های شاید خیلی جزئی رخ بده، ولی اگر نه، سیاست حکومت که تا کنون بر فیلترینگ بوده، به نظر من ایشون نمیتونه کاری بکنه. هر کاری هم بخواد بکنه بلافاصله قوه قضاییه یک حکمی از یک قاضی در جایی که بیاد عملا تسلیم میشه. بنابراین این مسئله به نظر من تا اینجا اینی که من فکر میکنم ایشون اختیارات رو نداره. حالا میخواد نظرات هم داشته باشه، حالا بره گفتار درمانی کنه، بره ناله درمانی کنه، بره اعتراض کنه، بره مصاحبه بکنه، ولی همینقدر که الان ایشون حتی اولین جلسه مطبوعاتیشو به هم زده و تشکیل نداده، خودش یه حرفه که چه اتفاقی داره اون بالا میفته. در رابطه با به نظر من مسئله حجاب هم باز این دست خود دولت نیست، دست دولت نیست که بخواد بیاد ایشون بگه. حالا اون بحثش بماند که حالا به هر حال اعتقادش بوده، گفته من خودم دخترم با حجابن و اگر دخترای دیگه بی حجابن بخواد اینکه ما درست تربیت نکردیم. خب بله، منم اعتراض شدید دارم به هر. یعنی چی؟ یعنی هر کس بی حجابه درست تربیت نشده؟ نه، میتونه معادله برعکس هم باشه، اون که حجاب داره درست تربیت نشده. این چه حرفی آقای پزشکیان؟ بله، من مخالف اینم که مثلا با دخترهایی که ما بد تربیت کردیم. چرا بد تربیت کردیم؟ کی میگه حجاب یک چیزیه که اگر کسی نداشته باشه پس لابد بد تربیت شده؟ نه، این قضیه به نظر من در ید باز دولت نیست، مگر همین که یک اعتراض شکاف مقطعی رو تو اون بالا انجام بده.
ولی اگر حکومت سیاستش برخورد مشاورین با حکومت با بی‌حجابی باشه و اون طرح عفاف و حجاب رو بخواد پیاده بکنه، به نظر من آقای پزشکیان کاری نمیتونه بکنه. و اگر کوچکترین اون شرافت نهج البلاغه، شرافت اخلاقی که میگن منتسب بهش، نهایتش اینه باید دست به استعفا بزنه. ممنونم. خب به پرسش چهارم میپردازم. آقای یاسکی، مجلس حداقلی که الان سر کاره، خب با کمترین رأی مردم، رأی دهندگان بر سر کاره و میدونیم که از جناح اصولگرا و تندرو سیستم هستن که در اونجا مستقر شدن و خب یه اولیگارشی خاصی هم در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره که دارن ارتزاق میکنن از این شرایط. به نظر شما این مجلس، این اولیگارشی، اصولگرایان چه برخوردی در کل با آقای پزشکیان خواهند داشت؟ مثلا ایشون باید وزیرش رو معرفی کنه به مجلس، خب یه لایه هایی رو داره بفرسته، لایحه رو بفرسته به مجلس، اینا میتونن رد کنن، ایشون اینا میتونن آسانکاری انجام بدن برای ایشون، میتونن سختگیری انجام بدن برای پزشکیان و دولتش. به نظر شما برخورد اینا کلن چجوری میشه؟ ببینید، باز در ادامه همین پرسش که به نظر من مرتبط با پرسش های قبلی شما همینه، که باز باید همین جواب من هم بدم، بگم اگر سیاست رهبری، سیاست اون هسته اصلی یا قدرت مبنی بر اینه که باید تغییر ریل بده، خب این قوایی که الان تو این کشور هستند، حالا چه در مجلس که باید دیگه بخش جزئیشونه، به نظر من بخش اصلی در قوه قضاییه است، بخش اصلی در نهادهای غیر خصوصی یا خصولتی و اون مافیاهای عجیب غریبی که تو این کشور شکل گرفته. آیا واقعا رأس حرم و قدرت میتونه همه اینها رو به اون چیزی که رسیدن، یعنی اتاق فکرش به اون رسیده که با تغییر بده، همه اینها رو کنار هم قرار بده؟ در بحث ائتلاف بین دارن، اونجوری که در انتخابات بحث بود، آقای قالیباف مد نظر بیت بود، اما نتونست آقای جلیلی رو رد بکنه، نتونست فادار به اینش بکنه که آقا شما بکش کنار و نظرسنجی دور اول ملاد نیست، نظرسنجی دور دوم شما میشید لولو و مردم میان به ایوریا رای میدن، شما رو شکست میدن. اما آقای این آقای جلیلی اساسا حاضر نشد بره کنار، بس شدنه اینه که اون اوتوریتهی که یا اون فصل خطاب بودنی که در میگن بیت رهبری هست یا خود رهبر هست، اینجا درست نتونست عمل بکنه. اگر این صحبت ها درست باشه که تا حدود 80-90 درصد درست بوده که واقعا نتونستن اجماع بینه ایجاد کنه. بنابراین اگر سیاست بر این باشه که بخواد اجماع ایجاد بکنه، یه بخش عمده از مخالفت های مجلس به نظر من کاهش پیدا میکنه. اما اگر نه، واقعا اینجوری باشه که این سیاست متمرکزی که تا کنون بوده، که با یه فرمان، با یه فتوا، با یک دستور همه به خط میشدن، اگر درست کار نکنه، بله یکی از مشکلات اساسی همین مجلس برای آقای پزشکیان خواهد بود که چه با توجه اینکه میخواد 60 درصد وزراش هم جمون باشه، میخواد بر اساس چی؟ اگر میخواد به عنوان گوشت قربانی کابینه رو قرار بده که دی از جلیلی ها بیان، یه دی از قالیباف ها بیان، یه دی از قرارگاه خاتمان انبیا بیان، همه رو داشته باشه، کشتی اون رو درست بکنه، نمیدونم واقعا، نمیدونم اگه آیه جلیلی میخواد این کار بکنه. و اگه این کار بکنه دیگه اصلا باقی مسائل دیگه مهم نیست که بخواد رای بش بده نده، از هم حالا باید دیگه این پروژه رو شکست خورده، یعنی پروژه انتخابات ریاست جمهوری و رای بخش این بشه ناراضی هم که اومدن به ایشون رای مثبت دادن، رای اینها رو هم دیگه باید به اصطلاح رو هوا آدم تلقی بکنه که دیگه اتفاقی نمیفته. ولی واقعیت اینه که همینه که آقای چیز میخواد با چه شرایطی واقعا بیاد با این مجلس کار بکنه، با چه شرایطی میخواد بیاد با این خودبندی های سیاسی، با این
جبهه‌های وسیع مافیایی که تو ایران هستن چجوری میخواد کار بکنه. میخواد دولت رو، بخش قوه اجرایی رو به عنوان گوشت قربونی نگاه کنه، کشتی نو میخواد درست بکنه. واقعا این مسئله که من فکر میکنم باید یه مقدار جلو بریم که بشه بیشتر شفاف در تحلیل کرد. بله ممنونم. به عنوان پرسش آخر، در امریکا احتمال داره که با این شرایطی که میبینیم احتمال داره آقای ترامپ سر کار بیاد. در بریتانیا که حزب کارگر بیشترین آرا رو داشته و نخست وزیر انتخاب کرده از اون است، به نظر شما، هرچند شاید خیلی زود باشه این پرسش من، به نظر شما دولت‌های خارجی چه برخوردی با رئیس جمهور شدن ایشون در دوره ایشون با آقای پزشکیان خواهد داشت؟ یعنی مثلا باهاش تعامل میکنن یا واقعا جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دیگه نمیخوان باهاش تعامل کنن؟ خب میبینیم که هنوزم یک سال از اون سیاست ماشه مونده که میتونن اجرایی بکنن و همونطور بحث هسته‌ای همینطور رو زمین مونده. بحثای گروه های نیابتی که آقای پزشکیان گفتن که ازشون پشتیبانی میکنه، همه اینا رو کنار هم بذاریم. تحلیل میدونم که خیلی زوده من این سوال از شما میپرسم، ولی خب تحلیل شما به عنوان دوربینی چیه در این رابطه که چه تعاملی باش خواهند داشت، چه رفتاری باش خواهند داشت، چه جوری میشه؟ بین دولت‌های غربی و امریکا تعامل میکنن، تحت اشراطی به هر حال تعامل کردن، تا همین الان هم تعامل کردن. وقتی حمید نوری رو که این همه خبرگزاری ها و اپوزیسیون خارج از کشور دادگاه های ایشون رو، خود خیلی دادگاه جالبی هم بود تو دادگاه، ولی برای من خیلی واضح بود که این چند سالی زندان میمونه، یه دو سه سالی زندان میمونه، یه گروگانگیری میکنن و راحت معامله میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اروپا هم نمیخواد اینجا به هم بریزه، ایران به هم بریزه، به دلیلی که هیچ نیروی جایگزینی نداره که بخواد بیاد جایگزینش بشه. ایران الان به یه شکلی حالا فارغ از اینکه چه نظام حکومتی که تو کشور باشه، یک میشه گفت دیوار، یک نگهبان مرزهای اروپا است. سیل مهاجرت را نیفته، و بازارهای منطقه متشنج نشه. شما نگاه بکنید حتی این برخوردی که اسرائیل با دیپلمات‌های ایران و زدن کنسولگری ایران که جمهوری اسلامی برحال برای اولین بار دست به واکنشی زد، اولا چه برخوردی کردن؟ یه سری پهپادها رو کمک کردن زدن، یه سری موشکاشون رو نهایتا زدن، ولی مستقیم به ایران که نتونستن حمله بکنن، یعنی نکردن. حالا اسرائیل من کار ندارم، چیزی میگم، اروپا و امریکا رو میگم. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی اینقدر شعور بقا رو داره، بقا برای خودش، که اجازه نده وارد، یعنی که من جنگ نمیخوام، صلح هم نمی کنم، نه مذاکره میکنیم نه میجنگیم. به این نقطه بله ممکنه برسه که هم مذاکره بکنی، هم تسلیم بشی، هم به قول معروف دست از این آبیت برداری. این چون اصل بقای برای فکر آخوند همینه، غریزه بقای هزار ساله، 1200 ساله دارن. اینجوری نیست که در یک حدی برن شهادت طلبانه بگن بزنیم به تیپ ترامپ، بزنیم به تیپ اروپا و دست به یک جهاد بزنیم. همچین چیزی نیست. خب این بحث پراگماتیسمی بقا در خود اروپا که به امریکا به شدت قوی، آقای ترامپ اومده گفت من اصلا کاری ندارم به جون. اون مقطع هم حتی میگفت من کار ندارم، میگفت که اتفاقا مردم ایران با همین نظام به ثروت میرسن، به رفاه میرسن. حالا دوز تنش بالا میره، میزنه سردار سلیمانی رو ترور میکنه. بله اینا به هر حال میزنن یه چهار تا اون پایگاه اینا نسل، یه صد تا موشک معمولی میکنن اونجا، قبلش هم اطلاع میدن، باز میبینید اتفاقی نمیفته. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم، اگر یک اولا همسویی بین اروپا و امریکا به ایراحتی شکل نمیگیره اگر خصوصا با آقای ترامپ بیاد،
جمهوری اسلامی هم دست به یک ماجرای حسین گونه و شهادت طلبانه نمیزنه که بخواد همه جهان رو علیه خودش بسیج بکنه، مگر اینکه واقعا میگم وضعیت داخلی، وضعیت اقتصادی، وضعیت نظام به گونه ای باشه که دیگه میگم ظرف یک سال دو سال آینده دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. اگر این باشه خب این غلبه پیدا میکنه که باید تعامل کرد، همون حرفای آقای پزشکیان رو باید مثلا بره. اگر نه اون دیدگاه اصلی، حالا درسته در اومده به قول معروف یه نقابی شده آقای پزشکیان برای نظام، بخواد حالت نقاب رو بازی بکنه، خب این به یه نقطه خواهد رسید که این دیگ بحران‌های داخلی و این دیگ بحران‌های خارجی به یک نقطه میرسه که تصادم رو خواهی نخواهی چی میکنه؟ عملی میکنه. ولی من اصل و اساس رو به داخل میدم، بگم اگر در داخل بحران‌ها جدی باشه، جمهوری اسلامی در معرض یک و یا چند ابر جنبش فیصله بخش قرار بگیره و بخواد اونجا نابود بشه، خیلی اینها وحشتشون از این ور هست و سعی میکنن که یه کارایی بکنن که جلوی اون شکل‌گیری ابر جنبش‌ها رو بگیرن و به همین طریق هم راحت با اروپا کنار میان. به نظر من این مسئله نیست که خیلی بخواد کسی شرط بندی کنه که ترامپ هم بیاد. همین الان گفتم میخوام مذاکره کنم، نگفتم که میخوام چیز کنم. حالا برخی ها دلشون خوشه میگن، حالا بعضی از این اپوزیسیون های عجیب غریبی که هستن دلشون خوشه که به قدر ترامپ میاد پدر اینا رو در بیاره. این خبرها نیست به نظر من. اگر جمهوری اسلامی وادار به عقب نشینی بشه، اگر وادار به تسلیم بشه، اگر وادار به پذیرش رفراندوم بخواد بشه، این متکی به جنبش های داخلی، متکی به نیروهای داخلی، متکی به اعتراضات ابر جنبشی مردم، نه چیزی دیگه. آیا آصفی، من میخواستم تموم کنم بحثمونو، فقط یه بحث خیلی کوچیکی. از فردای 8 تیر خیلی ها معتقد بودن که انتخاب نظام آقای پزشکیانه، برای مذاکره میخواد مذاکره کنه و کسی رو میخواد بیاره رئیس جمهور بکنه که بتونه بره مذاکره بکنه و اگرم چیزی پیش اومد کاسه‌گذار سرش بشکنه. خیلی من نمیخواستم برم تو این بحث، ولی اگه امکان داره خیلی کوتاه هم در مورد این بحث کنید. آیا به نظر شما هم اینطور بود؟ کاملا درسته این تحلیل. این تحلیل کاملا درسته. میگم اگر جمهوری اسلامی واقعا دنبال همون برخورد تاکتیکیه که یه مقدار فشارها رو کم کنه، پولاد بیاد و نفت یه خورده بتونه بفروشه و اینم بذاره جلو ویترین جامعه بگه خب این داره کارا رو انجام میده و اینا، این شکست میخوره، این پروژه سریع شکست میخوره و رسوا میشه آقای پزشکیان. این که بحثی نیست، تجربه دارید اینه که بحثی نیست. من این تحلیل رو کاملا قبول دارم و در لابلای بحثای قبلی هم مطرح کردم که اگر تاکتیکی باشه که دم خروس خیلی زود بیرون میزنه، هیچ طولی هم نمیکشه، کمتر از 6 ماه. ممنونم از این که وقت گذاشتید جناب آصفی، مثل همیشه با حوصله جواب دادید و امیدوارم که دوباره بتونیم باهاتون در یه فرصت دیگه در رابطه با مسائل داخلی ایران صحبت کنیم. همراهان گرامی مکریان، تا درودی دیگر، بدرود.